یه ویدیو خیلی کوچیکی میخوام درست کنم در مورد ریتم خانی و مخصوصا که چند روز پیش یه ویدیو بسیار قدیمی که درست کرده بودم و بالاخره آپلود کردم. خواستم بگم که کتاب دستور مقدماتی تار و ستار جناب آقای خالقی رو و موسی معروفی، بله، و زرین پنجه، بله، من گوشتم توی اینترنت، تو وبسایت من هستش، در واقع از bibotoo.com bibotoo.com/books. حالا من لینکشو میذارم و یه اونجا دایرکتوری هست به نام هنرستان و میتونین کتاب سال اول دوم رو دانلود بکنین. و چیزی که جالبه اینه که کتاب سال اول هنرستان خیلی کتاب خوبی از نظر برای ریتم یاد گرفتن و آشنایی با اصول اولیه ریتم. نه لزوما این مقدمات اولیش که همه کتابا دارن، ولی تمرینایی که درش هست خیلی ساده سعی میکنه که ریتم خونی رو به شما یاد بده. خب ساده ترین نوع ریتم که ریتم 2/4 هستش و در اون ویدیو هم نشون داده بودم اینجا مثلا هستش. یک اگه برین آنلاین و تایپ کنید تو گوگل بزنید آنلاین مترونوم، یه مترونوم به شما میده. مترونوم فقط زمان و یه وسیله که تیک تاک زمان رو شما باش میتونید کنترل کنید. وقتی که میخواین ریتم خونی بکنین یا ریتم نوازی بکنین با ریتم یا بگین، یه مدت خوبی که اصلا ملودی و سازو بزنین کنار، تو خیابون راه برین، قدم بزنین، حالا به هر سرعتی. اینجا چرا عوض نمیشه؟ حالا ببینیم که آیا میتونیم سرعتی عوضش کنیم. وقتی که این مترونوم روی 60 باشه، 60 یعنی 60 تا بیت در دقیقه، یعنی هر بیتی میشه 1 ثانیه. 100 یه خود تنده، 200 که دیگه خیلی تنده. خب این الان عوض دیگه نمیشه گویا. با هم میدونم بخواهم دیگه من کانکشن رو بستم یا کسی تلفن نزنه اینترنتم رو عطیم، شاید به اون خاطر. حال برصورت ما همین ریتم رو نگه میداریم ببینیم چی میشه. 1 2 این الان ریتم 2 ضربیه، سلول ریتمی که شما این خطی که اینجا هست نشون میگه میزان شما اینه و این سلول داره تکرار میشه. 1 2 موزیسین خوب اون کسیه که بتونه دقیقاً سر موقع این دو رو بگه یا یک رو بگه. یعنی میخوام بگم اختلافش حتی به میلی سکند میرسه، 10 میلی سکند، 20 میلی سکند. و اتفاقا خیلی اوقات کسی که موزیسین خوبی باشه و آوازخونم باشه، به همین خاطر شما میبینید موقع لبخونی خیلی ها معلوم میشه که سر موقع شروع نمیکنن آوازخونی و لبخونیشون مثلا پیداست، ولی اونایی که ریتمشون خیلی قویه و واقعا میوزیک میدونن و خوندن و نوشتن موسیقی رو میدونه، میبینی که خیلی دقیق‌تر در میاد. مثلا مایکل جکسون خیلی جاها داشت لبخونی میکرد تو کنسرتاش، ولی خیلی دقیق در میاد چون اصلا حس ریتمش اوکی. یا خیلی از افراد 1 2 1 2 این 2/4 که توضیح دادم، 4 به این نوت سیاه در انگلیسی میگن 1/4، به نوت چنگ میگن 1/8، an eighth note، به نوت دولا چنگ میگن 1/16، به نوت سلاچه میگن 1/32. برای مخاطر این کس فقط داره نشون میده که این سلول شما در واقع 2 ضربه و هر ضربی هم ما اینجا 1 سیاه حساب کنیم. 1/4 یعنی 1 سیاه، 2 سیاه اینجا هستش، 2 1/4. حالا اینو میخوای تمرین میکنی از دست 8، 1 2 1 2، 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 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
میکنم، تیکه تیکه چیزی رو فقط رد میکنم. یک یک دو، یک 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 دو یک. شما اشتباهات منم باید متوجه بشین و یک چیز خوب برای شما اینه که اشتباهات منم متوجه بشین که این شخص داره دقیق در نمیاره، هیچ اشکالی نداره. اتفاقا نشون میده که شما حواستون باید جمع باشه در این درس. یک دو یک
یک یعنی اسکیپ می یک دو یک آه یعنی سکوت یعنی خفه شد یک 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 و دو و یک و دو یک و دو و یک بریم یه جا دیگه این هم یه ساده است تکراره حالا ما ملودی رو اصلا گوشتیم کنار مهم نیست که ملودی چی هستش بالا میره پایین میره ما فقط داریم به ساختار ریتمیک نگاه میکنیم این هم که همونه تقریبا یک و دو و یک آه. یک و دو و یک یک و دو و یک این ریتمش چون خیلی کنده من دارم هی جلو میزنم شما باید سعی کنید که با هر ریتمی که قرار بوده آهنگ اجرا بشه خودتون رو با اون وقف بدین یک دو اصلا قبلش که شروع کنید یه ملودی رو خوندن تو خیابون میتونین دستتون بگیرین و شروع کنین قدم زدن و خوندن ریتم خونی فقط بکنین حالا ملودیش مهم نیستش ولی قبلش که شروع کنید باید ریتم رو اینترنالایز کنید یعنی در وجود خودتون این ریتم رو ثبت کنید یعنی اول قبلش که شروع کنید بخوندن بگین یک چند بار این ریتم رو باش برین حالا 6 هشتم هم همون 2 4 رو قبلا توضیح دادم در واقع دو تا ضربه یکی این ضربه یکی این ضربه متو هر ضرب تقسیم شده به 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 یه دو سه یه دو سه یه دو سه یه دو سه یک دو یک آه اینم که ساده است واسه اینجا فقط یه دو سه یه دو سه یه دو سه یک یک سه یه دو سه این شد یک سه یه دو سه به جنگی بگیم دوش خفه شد یک سه یه دو سه یک سه یه دو سه حالا اینجا یه دو سه یه دو سه فقط این اولیه یک خورد میشه میشه دو تیکه مساوی یک دو یک دو یه دو سه یه دو سه یه دو سه یه دو سه یک و دو سه یک و دو سه یک و دو سه حالا این دو خورد میشه یه دو سه یه دو سه یک دو و سه یک دو و سه یک دو و سه یک دو و سه یه دو سه یه دو سه یه دو سه یه دو سه یک دو سه و یک دو سه و یک دو سه و یک نفس هم باید بگیریم اینجا خب میم پایین تر یک دو یک سه یه دو سه یک سه یک سه یک بعد ادامه میدیم این میشه
یه دو سه، یه دو سه، یک دو و سه و یک دو و سه و یه دو سه، یک یک دو و سه و یک دو و سه و یک دو و سه و یک. اوکی، این فرق داره. اوکی، یه دو سه، دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک یک و دو و سه، 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 یک دو و سه و یک دو و سه و بی معنی ریتم افتادم. یک دو، یک دو، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک و دو و سه و 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 یک دو و سه و یک دو و سه و سه و یک دو و سه و یک دو سه یک. نه نه اشتباه کردم. یک دو سه، یک دو و سه و یک دو و سه و یک دو سه یک، یک دو سه یک. وقتی باید آروم میکنیم یادم میره که چقدر باید ساعت رو کم بکنیم. بخش تمرینی به شما میتونید پیش خودتون فکر کنید که اگر این خفه شد چی کار بکنیم، اگر این ساکت شد چی، از اگر این یکی هر یا دو تاشون یا سه تاشون کامبیناتوریالی شما میتونید فکر کنید که اگر مثلا سه تا این سه تا رندوملی خفه شد چه ریتمی وجود میاد. و به همین خاطر رفتم مدت ها پیش 20 25 سال پیش یه برنامه کامپیوتر نوشتم که یه همچین ریتم میرو شروع میکرد، مثلا حالا هر چی 6 8 تا یا 12 16 یا 4 4 روم و بعد اینا رو تبدیل میکنم یه مش یک 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 یا که این یک ها بعض وقتا صفر میشدن و به طور کامبیناتوریالی این همه حالت های مختلف رو در میاد که اگه دو تاشون صفر باشه در جاهای مختلف، اگه سه تاشون صفر بشه یعنی سکوت بشن، اگه چهار تاشون سکوت بشه، همه ریتم های مختلف رو من در آوردم و اگه جمع بزنم که چقدر میوزیک سکور شده وحشتناکه، شاید بیشتر از همه لیتریچر موسیقی جهان باشه. تازه من فیلتر کرده بودم و ریتمای جالبش رو تازه جدا کرده بودم و با این حالم بسیار این فایل میدی که من درست کردم وحشتناک بزرگن، هر کدوم چند مگابایت، خیلی فایل دارم من. اوکی، این 6 8م ننوشته، باید بنویسن اینجا 6 8م که میشه دو تا ضربه، یک دو سه، 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 یک دو سه. این دقیقا همون حالت اون بالایی که مثلا دو تاش ساکت شدن یکیش مونده، یک دو سه، یک دو سه، ها میگیم یه به جای اینکه بگیم یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه، یک میگیم یک دو سه، 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 یک دو سه. باید ریتم مترونوم نگه داریم، یه دو سه، یه دو سه، یک دو سه، یک یک دو سه، یک یک دو سه، یک یک دو یک. اوکی، بعد این ادامه پیدا میکنه و جالبتر و جالبتر میشه دیگه. البته بسیار میتونه ریتم پیشرفته تر و پیچیده تر از این باشه، ولی برصورت این برای شروع اینو میتونید دستتون بگیرید روی سلفونتون یا تبلت چیزی تو خیابون راه برین قدم بزنین، چه تون چه ساده، حتی آهسته شروع کنین بهتره و اینو تمرین بکنین و ریتم مثلا کنین اینترنالایز بکنین. اگر به موسیقی ریتمیک علاقه دارین، من خودم که سالها اصلا ریتم رو گذاشته بودم کنار و ریتم رو یک زندان برای موسیقی میدونستم، همونطور که وزن برای شعر یک زندانه، حالا به این نشستم که اصلا شعر یه زندانه برای تفکر، برای فلسفه. من میخواده اکثر فلسفه مخالف و دشمن شعر بودن، فقط در فرهنگ ماست که شعر 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 انقدر اهمیت داره، فلسفه مون چقدر ضعیفه. یک دو سه، یک دو سه، یک و 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 دو سه، یک یک و دو سه، یک و دو سه، یک دو سه، یک. بعد به این پایین تر، یک دو سه و یک دو سه، یک دو سه و یک دو سه، یک و دو و سه و یک، یک و دو و سه و یک، یک دو سه و یک دو سه، یک و دو و سه و یک. اوکی، اینو خیلی جالبه. حالا یه داستانی بگم، یکی از
دوستان ما سالها پیش رفته بود پیش یک نوازنده معروفی، یه نوازنده ایرانی معروفی که یک سازی یاد بگیره، تنبک. و سالها اینها میرفتن و میومدن و انواع اقسام نوتیشن تنبک و این دوست ما یاد میگرفته بود، با پلنگ بزنه، با چلنگ بزنه، با چی و چی، ولی اصلا بلد نبود این دوست ما ریتم رو نگه داره. و همینطور که من به شما نشوندم سر ضرب ساده ترین چیز رو سر ضرب بزنه. نوتیشن های بسیار پیچیده، تمرین های بسیار پیچیده رو اینها تمرین میکردن، ولی هیچی سر ضرب نبود، اصلا مسئله ریتم. این همه نمیم دفترچه متد استاد چی و استاد کی و استاد کی، ولی تو همین لس آنجلس، ولی این دوست ما یک بار استاد نشسته بود که این تئوری ریتم این سادگی رو یاد بده و به این دانشجو بگه، که هنرجو بگه که بیا با هم بریم تو خیابون قدم بزنیم، بیا با هم اول ریتمو حس کنیم با هم و بعد کم کم این تکنیک های مختلف ما کم کم اضافه میکنیم، ولی مغز باید ریتمو بگیره و اول سر ضرب بزنه و سر ضرب فکر بکنه، بعد شما کم کم دیتیل ها و شاخ و برگ ها رو بهش اضافه میکنیم. ولی وقتی طرف هزار جو شاخ و برگ تکنیکی نمیدونم، انگشت اینجوری بزن، انگشت اینجوری بزن، اونم حالا روی ساز تنبک، واقعا یک ساز بسیار بدوی و ابتدایی، ساز ایرانی همه بدوی و ابتدایی هستن، همه بسیار بسیار بدوی. اصلا ریتم موسیقی ایرانی بسیار ساده است، یعنی در برابر موسیقی هندی که اصلا صفر، موسیقی اروپایی که جای خودش داره، ولی موسیقی ایرانی واقعا ساده است، واقعا ابتداییه. و ما سر کلاس اول دوم همیشه گیج کردیم، چون خودمونو گیج میکنیم و وارد شاخ و برگای بی خود میشیم بدون اینکه متوجه بشیم چه چیزی اصل کاره و چه چیزی فرع کاره. باشه، این کلاس من گذاشتم توی یوتیوب، شما میتونین برین دانلود بکنین و روی سلفونتون یا هر جا تمرین خوبیه به زبان انگلیسی، که ویدیوهای خیلی خوبی وجود داره برای ریتم، درس ریتم که با سافر نشون دادن، سافرهای مختلف الان هست، سافر فکر می‌کنم آنکور هنوز هست، سافر سیبلیس برای موسیقی هستش، برای نوتیشن سافر هستش، اینها رو میتونین موسیقی مختلف مردم رو دانلود کنین یا لود اپ بکنین توی سافر و فالو کنین و ریتم خونیتون رو قوی کنین و آهنگسازی هم یاد بگیرین. کاری که من 22 سال پیش شروع کردم، 20 چند سال پیش بود، خیلی چیزا انسان میتونه یاد بگیره از ادبیات موسیقیایی مردمان کشور دیگه. این پیش درآمد دشتی، یک دو و یک. خیلی ریتم موسیقی ایرانی، نه که ساده است درس کلاس اوله، ولی کلا موسیقی ایرانی ریتمش اونقدر پیچیده نیست. یه چیزایی هم که ما داریم که پیچیده‌اش کرده از موسیقی آفریقا اومده، کلا موسیقی خاورمیانه و آفریقا روی همدیگه خیلی تاثیر گذاشتن، مخصوصا که ایرانی ها حدود 400 سال در آفریقا باغ و مزرعه و حکومت داشتن. یک خانواده شیرازی در آفریقا معروفه که 300-400 سال حکومت میکردن، بردهداری میکردن. انویز این تمرین خوبیه، یک و دو. حالا تکرار رو من میندازم، و دو و یه و دو. اینجا با سکوت نمی، سکوت خیلی کوچیک هم نوشته، و دو و یه و دو. یک و دو. این برای تمرین ابتدایی خیلی چیز خوبه. حالا ببخشید من نظریات خودم اینجا قالب کردم، شما اگه با
نظریات من موافق نیستین اشکال نداره، ولی این کتاب کتاب خوبیه برای ریتم و امیدوارم به دردتون بخوره. با اجازهتون، بای بای.